خواننده که یه روزی جلوی من دست به سینه با میستاد و آرزو میکرد که من یه اثری بهش بدم بخونه، حالا با پررویی و وقاحت تو چشای من نگاه میکنه، میگه من وقت ندارم برای این کار. چرا 8 تا سریال و 50 تا کنسرت، نمیدونم امروز صبح فلانی ظهر فلانی، 4 تا 5 تا کنسرت میدن در روز، 4 5 تا کنسرت میدن. اصلا من نمیتونم تصور کنم هنرمند میبایستی که کنسرت بده، بعد یه زمانی داشته باشه که خودشو بسازه، بعد حرف تازه داشته باشه برای گفتن. مگه میشه کسی هر روز کنسرت بده؟ کنسرت هر روز مال خواننده های کافه است. اینا نقش عملا دارن نقش خواننده های کافه ای اون زمان رو که هر شب از این کاباره به اون کاباره میرفتن میخوندن، الان دارن در صحنه دیگری اجرا میکنن، در صحنه دیگری ایفا میکنن. و اگر مردم بدونند که مثلا فرض میکنیم آهنگساز، نوازنده، هر کدوم من چه زحمتی میبره یه کار که یه مجموعه میشه میاد آقای فلانی میخونه یا خانم فلانی میخونه، دیگه نمیگن که آهنگ فلانی رو شنیدی، اون آهنگ اون شما تو اون آهنگ اون ساز زدین، میگن بابا من آهنگساز اون کارم، آها شما بودی مثلا، بازم اونه. یعنی هر جوری که میگی نمیفهمه. شاعر امروزی آمده به من میگه این شعر رو میتونی آهنگ بسازیم دراش؟ گفتم که خب آره شعر قشنگیه، باید فکر کنم. فردا پس فردا مثلا آماده میشه؟ مگه این خوم رنگ رزیه؟ من شعر فردوسی رو فقط نزدیک به 9 ماه مطالعه کردم، از آدمای دیگه پرسیدم که اصلا خانشش رو درست یاد بگیرم، موضوع رو بفهمم، شرایط تاریخی رو بفهمم. یعنی چی؟ ماجرای زال و رودابه و سام و اینا چی بوده؟ ماجرای سیمرغ چیه؟ چه فرهنگی پشتشه؟ که من اگر دست میبرم به این کار، به کوچکترین خدشه‌ای به فرهنگ این مملکت وارد نکنم که یه اثری به وجود بیارم که ارزشمند باشه. نوت نویسی اون کار اگه قرار بود روی کاغذی کسی نوشته باشه، من اونو منتقل کنم به کامپیوتر، 6 ماه طول میکشید، چه برسه خلق کنم و بذارمش اون تو. من الان ممکنه که برخی صحبت‌های من رو در واقع مقداری تندروی ببینن در این زمینه، ولی ما درد و رنجی که کسانی که کار جدی موسیقی میکنن از این قضیه میبرن خیلی بالاتر از این درد کوچکی است که من یه نیش بزنم بهشون، و یعنی یه سوزن کوچکی است از اون زخمای خنجر بزرگی که ما خوردیم در واقع تو این قضیه. امثال من خوردن، بزرگترهای من خوردن، قبلیهای استادهای ما خوردن، از زمان درویش و وزیری و خالقی بگیر که واقعا برای این موسیقی زحمت کشیدن، وقت گذاشتن، جان دادن، عشق دادن تا شدین رسیده دست ما.